الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و اصحابه المنتجبين. ما موضوع رو از بیانی رو از امام علی علیه السلام مطرح کردیم که حضرت می فرماید در دوران آزمایش و فتنه ها، چه فتنه های فردی که انسان مبتلا میشه و چه فتنه هایی در محیط خانواده و چه فتنه هایی که در جامعه رخ میده، شما موضعتون موضع اون ابن لبون باشه، اون شتر بچه دو ساله نر، البته میگن هم که نه شیر داره و نه پشت، پشت برای سواری و شیر برای دوشیدن. حالا راه های برون رفت رو هم حضرت بیان کرده و هم در حقیقت فتنه رو هم معنا کرده. میگه ایها الناس شقوا امواج الفتن به سفن نجات، ای مردم شما اون موجهای بزرگ فتنه ها رو با کشتی نجات و سوار شدن بر یک کشتی که قطعا شما را نجات میده، این امواج رو بشکنید، از این امواج عبور کنید. این امواجی که مثل کوه تو دریاها بلند میشه، اگر انسان ابزار تسلط بر امواج رو داشته باشه، از امواج عبور میکنه. حالا یک کسی هست در قواسی و شناگری قوی هست، از زیر موج رد میشه. یکی هست که بر موج سوار میشه و خودش عبور میده. یکی هم هست با کشتی عبور میکنه. بعد امام میفرماد و ارجو اینا، این چند تا جمله نشون دهنده که فتنه چیه. و ارجو ان طریق المفاخره، ای مردم از راه فخر فروشی خودتون خارج کنید. اینقدر دنبال فخر، من از این طایفه هستم، من از این سرزمین هستم، من از این قبیله هستم، من سیاه‌پوستم، من سفیدپوستم، من آبا و اجدادم اینجوری هست، من پورم، ثروتم، حسبم، نسبم، قدرتم، علمم، انقدر این فخر فروشی نکنید. وضعوا تیجان المفاخره، این تاج فخر رو بکوبید به زمین. انقدر خودتون هی منم منم نکنید. یعنی در واقع یکی از موارد اختلاف رو امام تفرقه بیان میکند، از منافرت و تنفر از دیگری، حالا چه تنفر فرد از فرد، چه تنفر جمع از جمع، چه تنفر مذهبی از مذهبی، یه اینا رو کنار بگذارید. این یکی. دو هم این تاجی که بر سر شما هست به عنوان فخر، اینو بکوبید زمین. ارزش اینه که روی سر شما باشه و شما خودتون رو در سایه این فخرهای کاذب اسیر کنید نداره. بعد میفهمن اصلا فتنه چیه. میگه هادا ما اون آجنون، اصلا فتنه یک آب گندیده است، یه آب گندیده است. آب گندیده نه قابل شربه، نه قابل به اصطلاح برای زر و زراعت مفیده. آب متعفن هیچ ارزشی ندارد. و لقمتون یغص بها آکلها، فتنه یا حکومت گاهی یا موقعیت اجتماعی یک لقمه گلوگیری است،
در واقع این لقمه رفته پایین اما اینجا گیر کرده. و مجتن ثمرت لغیر وقت اینائها، مثل یک میوه نارسی است که هنوز وقت چیدنش نرسیده. کزارع به غیر ارضه، مثل کسی است که در واقع در زمین دیگران داره کشت میکند. و وقتی شما در زمین دیگری ساختمانی ساختی، ساختمان مال کیه؟ مال صاحب زمینه. اون باغ مال کیه؟ مال صاحب زمینه. بنابراین حضرت میفرماید که فتنه در حقیقت یک آب گندیده، یک لقمه گلوگیر و یک کشت در زمین بیگانه هست. شما برید تو یک کشور دیگری کشاورزی کنید، نه باید یه دفعه تو ذهنمون بیاد که حالا خب مال همسایه است، نه، این مال غیر صاحبش، جوری که شما توان در واقع برداشت زمین کشت رو ندارید. پس بنابراین این فتنه میگه اینجوری هست که آنقدر اطرافش مبهم هست، شبهناک هست، که شما چطور باید از یک آب گندیده پرهیز کنید، از یک لقمه گلوگیر پرهیز کنید، از کشتن کاشت در زمین دیگران پرهیز کنید، از فتنه هم پرهیز کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.